در همینجا اجازه بدید که بار دیگه به لوزان سوئیس بریم، جایی که مذاکرات فشرده هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی در حال برگزاری. نیلوفر پور ابراهیم الان اونجا با ماست. نیلوفر، تازه هایی که تو این چند دقیقه‌ای که ارتباط نداشتیم با تو، چه اتفاقاتی تازه افتاده؟ چی داری که برامون بگی؟ بله، دیدار آقای ظریف و کری که آغاز شده بود به پایان رسیده، ولی آقای منیز و آقای صالحی همچنان دارن گفتگو میکنن. سومین بار هست که این دو، در واقع این دو متخصص هسته‌ای و کارشناس هسته‌ای که در رأس، آقای منیز در رأس وزارت انرژی آمریکا و آقای صالحی در رأس سازمان انرژی اتمی ایران هستند، با هم دارن گفتگو میکنن. پیش از این آقای صالحی گفته بود که هر گونه گفتگوهای در واقع فنی و رسیدن به راه حل‌های فنی، گرفت تصمیمات سیاسی و در واقع برای وزرای خارجه و برای رؤسای اونها برای بقیه راحت تر میکنه. در نتیجه این دیدارها همچنان ادامه داره. اینجا صحبت هایی هم از این میشه در این دو روز که به چه شکل طرفین میخوان این توافقی که ازش صحبت میکنن رو ارائه بدن. صحبت از اینه که، صحبت های تایید نشده، البته صحبت های تایید نشده از اینه که احتمالاً در دو یا سه صفحه این به صورت توافق رو اعلام خواهد کرد، ولی چیزی همچنان اعلام به صورت تایید شده اینجا وجود نداره و همه منتظرن بدونن وقتی که ایران صحبت از این کرده که توافق دو مرحله ای رو نمیپذیره، آیا قرار هست این رو به صورت فقط شفاهی اعلام بکنن و آیا متن مکتوبی هم برای این چارچوب سیاسی در نظر گرفتن یا نه. خانم مگیرنی وقتی که به اینجا رسیدن و صحبت‌های مختلفی رو داشتن در مورد اینکه هنوز در بعضی از موضوعات اختلاف نظر هست، خبرنگاران از خانم مگیرنی پرسیدن در مورد اینکه آیا کشورهای در واقع پنج به علاوه یک، کشورهای اروپایی، آیا سر مواضعشون متحد هستن و گفتگوهایی رو با هم دارن یا نه. بخش از صحبت‌هایشون رو میشنویم. ما همه یک نگرانی رو داریم، اول رسیدن به یک توافق و دوم رسیدن به یک توافق خوب. همونطور که گفتم، توافقی که به موجب آن ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، توافقی که در جهت منع گسترش سلاح هسته‌ای و امنیت منطقه و جهان باشد و همچنین برای ثبات و امنیت منطقه‌ای رسیدن به این توافق مهم است. ما همه در این مورد توافق داریم. قطعا خانم مگیرینی گفتگوها و دیدارهای بیشتری رو در اینجا خواهند داشت. در الان ساعت 8 شب به وقت محلی هست، ولی مطمئنن این گفتگوها امشب تا ساعات پایانی شب و حتی صبح ادامه خواهد پیدا خواهد کرد و خبرنگاران منتظرن تا ببینن آیا به نتایجی که طرفین به دنبالش هستن میرسن یا نه. ولی همچنان به نظر میرسه گفتگوها بر سر برخی مسائل از جمله بحث رفع تحریم ها به برنامه تحقیق و توسعه ایران سرش اختلاف نظرهایی داره، وجود داره. نیلوفر، اشاره کردی به اینکه گفتگوها ادامه داره، ساعت همونجا همونطور که گفتی ساعت هلوش 8:30 شب هستش. آیا نشانی هستش که به نتیجه‌ای برسن طرفین امروز، یا اینکه به نظر میرسه که موکول خواهد شد به فردا یا شاید هم پس فردا؟ هیئت ایرانی حاضر در واقع مذاکرات، آقای عراقچی به خصوص، گفته بودن که فعلا برنامه‌ای برای اینکه مذاکرات رو بعد از 29 یعنی بعد از یک شنبه ادامه بدن ندارن. ولی از اطرافیان خانم مگیرنی نقل شده که خانم مگیرنی گفته که اگر لازم باشه تا دوشنبه هم میمونه. ایشون در صحبت‌های خودشون هم اشاره کردن به روزهای آینده و ساعت‌های آینده. هنوز هیچ چیز مشخص نیست، هرچند که یک جوی وجود داره در مورد اینکه همه احساس میکنن که همه چیز داره آماده میشه برای اینکه طرفین اعلام بکنن توافق سیاسی رو یا رسیدن به تفاهم بر سر اون چارچوبی رو که به دنبالش هستن. ولی این رو هم بهش تاکید میکنن که هنوز به اون نقطه نرسیدن و اینکه هنوز، به عنوان مثال آقای روحانی هم بهش اشاره کرد در صحبتش با خانم مرکل، اینکه باید طرف مقابل انعطاف بیشتری از خودش نشون بده. در نتیجه این چانه‌زنی های دقیقه آخر هست اینجا که داره انجام میشه، همچنان باید منتظر بود و دید. بسیار ممنون از تو نیلوفر پور ابراهیم که از لوزان همچنان با ما هستیم. ما بلافاصله اینکه اتفاقی اونجا بیفته، کنفرانسی آغاز بشه و یا طرفین آماده بشن، باز هم پیش تو خواهیم اومد، جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو از تو دریافت خواهیم کرد. ممنون از تو نیلوفر.